به نام خدا، عرض سلام خدمت شما. ما تو این بخش میخوایم بپردازیم به کد مطلب و اون در واقع مدل سازی که در نرم افزار کارسی انجام شد. خب فعلا نرم افزار مطلب رو باز میکنیم. کار بعدی که باید انجام بدیم این که نرم افزار کارسیم رو باز کنیم. خب ما قبلا چون این مدل رو مدل کد لوپ اینجا سیو شده بوده و روشش رو گفته بودیم به شما و بر اساس ویندوزی که داریم، چون ویندوز ما تو اینجا 64 بیته دقیقا اینجا نوشته، باید کارسیم اون 64 بیت شد و این دایرکتوری بودش، این دایرکتوری بود که تعریف باتی شد. در واقع اگه توجه بکنید میگه دسکتاپ، بعد میگه فایل مطلب کد، یعنی فولدر مطلب کد، که فولدر مطلب کد همین میشه. و بعد خدمت شما عرض کنم چون این مدل ساخته شده ما یه جورای ایمپورت کردیم، وقتی ایمپورت میکنیم ورودی و خروجی ها مشخص میشه. من ابتدا به ساکن یه توضیحاتی در مورد مدل کارسیم بدم و بگم که چی هست، بعد بریم سر وقت کدی که تو مطلب نوشته شده و توضیح هم در مورد کنترلر فازی بدیم و دیگه فکر کنم همینا هستش که خروجی ها حالا اونجا نشون داده میشه و دیگه اون چیزایی که حالا مربوط هست گفته میشه. من فعلا چیزی که برام مهمه بیارم این قسمت کنترلر رو برای واسه شما توضیح بدم. و بگم چی هست. این شکل خیلی شکلی در واقع روشن و شفافیه. در واقع داره میگه که یک ارتباط در واقع ارتباط خیلی قوی بین کارسیم و سیمولینک هست که شما یک سری حالتهایی رو باید از کارسیم بگیرید و به کنترلر که همون کد نویسی هایی که مطلب انجام شده سیمولینک هست، همه اونها جمع میشه و در نهایت یک تلاش کنترلی که این ایتسا رو میشه تلاش کنترلی نامید، یا میشه در واقع ورودی ها و سیگنال های ورودی دانست که قرار هست این مدل کارسیم مدام هی آپدیت بشه، یعنی آپدیت بشه تا اینکه حالا اون بحث ترکینگ هست، اگه مثلا اپتیمایزیشن یا شبیه سازی باشه بحث شبیه در واقع بهینه سازی دیگه، اونجا بسته به هدف ماست که حالا ما چیکار می‌خوایم بکنیم. اینجا کار ما بیشتر راجع به در واقع تراجکتوری یا ردیابی خودرو هستش که از اون مسیر مورد نظر حرکت بکنه و عبور کنه و از اون مسیر خارج نشه. حالا چیزی که برای ما مهمه که باید این جلسه بهش بپردازیم در واقع از اینجا شروع میشه. ما فعلا میریم سر وقت کارسیم رو توضیح بدیم. ببینید یه سری ورودی ها و خروجی هایی، حالا بذارید قبل اینکه من کارسیم رو واسه شما توضیح بدم یه بار ران گرفته بشه. ببینید من فایل مورد نظر ما اینه، نیو فولدر مطلب آندرلاین کد. من باید این انتخاب کنم، میرم تو دایرکتوری نیو فولدر مطلب کد انتخاب میشه، فایل مورد نظر ما این فایل هست، این انتخاب میشه. حالا ما یه بار این رو رام میگیریم. ببین الان توجه رو فرمایید، ما الان اصلا کارسیمی ران نگرفت، اصلا کارسیم رو میبندیم ببینیم اصلا این ران میشه یا نه.
ببین چه اتفاقی میفته. خب اینجا از ما میپرسی که جاده ما خشکه یا خیسه، ما خشک رو انتخاب میکنیم. از اون سه حالت کنترل یک پارچه یا ترمزگیری فعال یا فرمانپذیری، من حالا مثلا فرمانپذیری رو انتخاب میکنم. ببین مثلا جواب میده بدون اینکه مثلا الان کارسینی ران نگرفتیم. ببین مثلا کدی که نوشته شده اصلا میتونه اون کار رو انجام بده یا خیر. یا خیر. و حتی میتونیم برای باقی حالات هم این مسئله رو شبیه سازی کنیم، رام بگیریم، ببینیم که آیا اون ریزالت ها رو برای ما نشون میده یا خیر. خب این نتونست. خب من دقیقا میخواستم به همین برسم. حالا این چیه داستان؟ این یه بحث اسپانکشنه و میگه که اون اسفانکشنی که یا اون بلوکی که از کارسین باید اکسپورت بشه و خروجی کارسین باشه که بیاد داخل سیمولینک و از این طرف این کد مطلب ما بتونه ران بگیره نیست، یعنی پیداش نکرده در کل. میگه که does not exist، یعنی وجود نداره. کاری که ما باید انجام بدیم، ببینید الان کدی که ما نوشته بودیم اینجا دایرکتوریش درست بود، شما رفتیم دقیقا این دایرکتوری رو براش تعریف کرده بودیم. من یه بار run now رو میزنم، میگه که define C user نگار پجو دسکتاپ مطلب کد ESC model فلان could not be found، پیداش نکرده. من یه بار اینجا میرم اینو باز میکنم، اینو میزنم و فینال رو انتخاب میکنم، رانو میزنم. حالا منتظر با میسیم ببینیم آیا این دایرکتوری که ما تغییر دادیم آیا کارسیم تونست اونو ران کنه، این در واقع مدل کارسیم رو ران بگیره. منظور از مدل کارسیم همون مدلی که خود رو توش تعریف کردن، یعنی تو کارسیم یه مدل رو تعریف کردن، یه مدل خاصی. حالا اینکه چرا ما مدل رو خاص کردیم به شما میگیم، مربوط به این قسمته. حالا بذارید الان داره ران میگیره، مربوط به این قسمت هست که مثلا ببینید اینجا ما اومدیم. خب چون این یه بار دیگه باز کرده واسه من مجبورم که اینو ببندم، یعنی قبلیه رو ببندم، حالا این دومیه رو باز نگم. لزومی نداره حالا چند تا مطلب رو شما باز کنید، با یه مطلب باز شده یعنی از طریق خود کارسین کار به راحتی انجام میشه. خب حالا یه دسته صبر میکنیم. خب این نیست. من یه آدیگی رو میبندم. البته یه بار دیگه کارسین رو باز میکنم. این که میگم حالت خاصش میکنیم، کارسیم مدلای فراوونی داره، مدلای فراوونی از انواع و اقسام ماشین های سواری رو داره، مسابقه ای سواری داره. کارسیم یه مدلی رو به ما پیشنهاد میکنه، اما این که بخواییم رو خاصش بکنیم، خاص شدنش بستگی به چند تا چیز داره. مثلا ورودی و خروجی سیستم رو ما تعریف بکنیم، مثلا بیان کلاسش رو تعریف بکنیم، مثلا بیان فرایندش رو تعریف بکنیم. ببینید اینجا انواع و اقسام فرایندها رو میشه تعریف کرد.
مثلا شما در حالت درایور کنترل میتونی انواع اقسام مثلا سینوس ویو استیر اینپوت رو تعریف کنی، میتونی مثلا تورک پالس اینپوت رو تعریف کنی. ما هندلینگ تستین رو گذاشتیم تو حالت DL 320 کیلومتر بر ساعت کویک استارت. پس خاص شدن معنیش اینه، یعنی شما الان اگه اینو رام بگیری یکی از چیزایی که خاص میکنه اینجا هست که ما حالا این ساسپنشن از ساسپنشن کنترله که ما این اکتیو ساسپنشن میده در اصل، اومدیم این مدلشو به یه اسم دیگه حالا اینجا کورد لوپ سیوش کردیم، حالا داریم تمام تحلیلامون رو دیگه روی کورد لوپ انجام میدیم، دیگه کاری نداریم به این که حالا اکتیو. خواستیم یه کاری کنیم که این مدل اکتیو ساسپنشن که مدلی هستش که داخل خود کارسیمه دستکاری نکنیم، اگه خواستیم مثلا برای مثلا یه مدل دیگه با همین حالت ساسپنشن اکتیو ساسپنشن تعریف بکنیم بتونیم تعریف کنیم، حالا اون بشم دوباره یه رینیمش میکنیم نامش رو تعریف. خب الان صحبت ما این هست من دایرکتوری رو اومدم اینجا تعریف کردم، یعنی گفتم که دایرکتوری من توی یه چنین چیزی باشه، یعنی این بار تغییرش دادیم، با سری قبل فینال رو انتخاب کردیم، این بار یه مدل دیگر رو انتخاب کردیم که اینا همه داخل همین هست، داخل همین مطلب کد هست. خب حالا صبر میکنیم، ببینیم میتونه باز کنه. این یه سری گیرهایی داره نرم افزار، و به این دلیل دارم تک تک ران میگیرم که در نهایت به شما بگم که حواستون باشه که چی رو باید رعایت کنید، چی رو انجام بدید. در غیر این صورت ممکنه براتون یه خورده چالش برانگیز باشه و حوصله‌تون هم سر بره، خب چرا این مدل اینجوری ران نمیشه اینا، چون اینا رو همه رو من به صورت سعی و خطا بهش رسیدم. دوست دارم اینا رو به شما بگم که شما آشناییت اولیه رو داشته باشید و دست آخر اون مسئله رو به شما بگم که شما دیگه به راحتی بتونید مدلتون رو رام بگیرید. خب حالا وایسین، مطلب که باز شد. خب من یه بار رام میگیرم، ببینیم اصلا رام میشه یا نه. خب ببینیم مثلا یه خورده زمانش زیاده، چون من حالت ترمزگیری رو زدم یه خورده زمان زیادی میبره، البته نه خیلی زیاد ولی یه خورده زمانش بیشتره. حالا ما وای میسیم که رانه رو بگیره به ما نشون بده تا اگه مطمئن بشیم مدلی که اونجا توی دایرکتوری کارسیم انتخاب کردیم درست میده.
خب بکنم دیگه درست. خب این از نموداراش. این از مدل در واقع سیستم فازیش. این یاریتش هست. این فشاری که در واقع رو ترمزها باید وارد بشه و همینه. خب اینم قوانین کنترلی که نوشته شده بوده. خب حالا ما کاری نداریم با اینا. اون SSی که اونجا گیر میداد این بود. این SSی هست که باید توسط کارسیم آپدیت بشه. در غیر این صورت وقتی کارسیم بالا نباشه و یه بار ران نشده باشه قطع به یقین شما نمیتونید کد مطلبت رو ران بگیرید. این یه نکته اول. من برای اینکه شما راحت باشید میخوام بیام این مدل رو حذفش کنم و دیگه شما همیشه اگه خواستید انتخاب کنید بیاید تو دایرکتوری و این کد رو کد MDL هست. توجه بفرمایید کد MDL هست. اینو باید انتخاب کنید. خب این بحث ورودی و خروجی هاست. اینجا ببینید گفته که Active Import Variables. اینا باعث میشه که شما خدمت شما عرض کنم مدلی که خیلی جنراله روی کارسیم بیاید کاستومایز کنید، خیلی سفارشی کنید واسه اون مدلی که دقیقا خودتون پروژهتون میخواید انجام بدید. این خیلی مهم. بنابراین ما اگه بیان روی تک تک اینا کلیک راست کنیم دقیقا نوشته مثلا شورت نیمشون نوشته سیستم ساسپنشن دفینیشن چیه؟ دمپر فورس ال ساید اکسل وان. ال کلن ال توی کارسیم یعنی لفت یعنی چپ، آر یعنی رایت یعنی راست. حالا این مثلا این رایته، این هم همینطور. حالا چیزی که اینجا هست میدونید چیه؟ شما میتونید بازم ورودی های دیگه رو در نظر بگیرید. این ورودی ها، این ورودی ها در واقع اینا هستن. این ورودی ها در واقع میشه گفت این ورودی هایی هستن که به سیستم وارد میشن. یعنی الان اینجا شما در زمین 4 تا دارین، 4 تا از این لاین ها و خط ها دارین. این 4 تا از این خط و لاین ها در واقع داره از این نشأت میگیره. در این قسمت این 4 تایی که ما تعریف کردیم، این ورودی هایی هستش که وارد این بلوک SS میشه. خروجی که از این بلوک SS داریم، ببینید استیرینگ انگل وی ایکس یا ریت یا اینا توی این قسمته، توی این قسمت اکسپورته. دقت بفرمایید این چیزایی که ما در واقع براش در از این خروجی های ما از اون ببینید نوشته دیگه Active Variables for Export. این خروجی هایی هستش که ما اینجا داریم. مثلا برای من یه نمونه براتون مثال بزنم اینجا. مثلا مثلا ببینید این یاریت، این یایی که اینجا نوشته شده 13 14 15 16 است. یا از متغیرهای 13 تا 16. بعد از متغیر 9 تا متغیر 12 شده یاریت. بعد همینجوری از 5 تا 8
شده وی ایکس، ببینید به صورت لفت و رایت نوشته شده. زد یعنی در راستای زد، چیز خاصی نداره، یعنی سخت نیست. اگه بخواید اینا رو حالا با در واقع جزئیات بیشتری کار بکنید، این قسمت ویو اسپریت شیت رو شما بزنید، یه فایل اکسل برای شما خروجی میده. شما هر کدوم از اونا رو ندونید، مثلا ببینید من یه مثال بزنم، شما الان مثلا میخواید ببینید که CMPRDL یک چی هستش. خب دقیقا میاد اینجا میبینید CMPRD. خب این CMPRD اینجاست، ببینید این CMPRDL یکه. حالا اگه من میخوام مثلا اینجا یکاشو نوشته، واحدشو نوشته، نوشته compression rate، damper compression rate. حالا یه بحثی هست، اصلا چرا ما، ببینید ما هر متغیر رو میتونیم در نظر بگیریم به عنوان خروجی، هر متغیری هم به عنوان ورودی میتونیم در نظر بگیریم، یعنی فرق نداره. ما هر مثلا ما میتونیم به جایی که مثلا سرعت مثلا میگم سرعت گاز رو در نظر بگیریم، میتونیم مثلا بیایم سرعت مثلا دور موتور رو در نظر بگیریم به عنوان ورودی. مثلا میتونیم به جای خروجی بیان میزان کم شدن مصرف بنزین رو در نظر بگیریم. نه هر کدوم اینها میتونن به عنوان متغیرهای ورودی و خروجی در نظر گرفته شن، بسته به اون نگاه شما داره که شما با چه نگاهی میخواید اینو اپتیمایز کنید، میخواید مدل سازی کنید، میخواید شبیه سازی کنید. و یه چیز دیگه ای که خیلی مهم هست، بحث فیزیبل بودن داستانه، یعنی اینکه مدلی که شما میخواید بررسی کنید فیزیبل باشه، مدلتون امکان پذیر باشه. یعنی اگه قراری که مثلا مصرف سوخت بر اساس مصرف سوخت به عنوان خروجیتون مثلا بیاید مدلتون طراحی بکنید، سنسوری داشته باشید. ببینید الان کارسیم همه این متغیرها رو داره، یعنی شما وقتی میاد این متغیرها رو نگاه میکنید میبینید تمامی این متغیرها، یعنی دیگه ریز و درشت متغیرها و پارامترهایی که داخل یه خودرو میتونه در عین حرکت تغییر بکنه رو در نظر گرفته. مثلا این سیز اولوش 785 تا متغیر در نظر گرفته، شما که هر کدوم در نظر بگیرید، ولی اینکه فیزیبل باشه، امکان پذیر باشه. یعنی شما مثلا اگه میخواد درسته میزان کم شدن مصرف سوخت رو در نظر بگیرید، پس باید بگید ما یک سنسوری باید داشته باشیم. شاید خیلی به این توجه نکنم، ولی این نگاه مهندسیه که شما بگید خب اگه قراره که مثلا من دور موتور رو به عنوان ورودی در نظر بگیرم، خب رو چه مبنایی در نظر بگیرم، اصلا سنسوری دارم که اینو سنس بکنه، یا سنس اکچویتوری دارم که اینو بتونه اعمال بکنه، یا نه میخوام از طریق مثلا پدال گاز بیام این ورودی رو تعریف کنم. ببین به خاطر همین شما اصلا نیازی نیست که این سیستم رو ران بگیرید، یعنی اصلا توضیح بدید که با استاد اینا عنوان ورودی های مسئله بودن یا خروجی های مسئله بودن. چیزی که شما باید توضیح بدید این هست، بگید خروجی که قرار بوده در واقع به کنترلر بره یا ورودی که به کنترلر بره، اونا مهمن، اونا رو شما، چون در واقع شما وقتی میاد کنترل تعبیه میکنید، پس فکر اونجا رو هم کردید که بگید خب چه چیز من خروجی های کارسیم رو چجوری سنس کنم، چجوری بدم بهش، همینا رو اون فکراش رو انجام بده. این یه مسئله بود که باید گفته میشد و خدمت شما عرض کنم. چیزی دیگه ای که اینجا بود و باید به شما عرض میکردم، نه دیگه چیزی دیگه نیست، همینا هستش. حالا شما مثلا اگه بیاید مثلا جاده خیس در نظر بگیرید، الان در مورد جاده خیس هم من یه توضیحی بدم به تو. یکی میگن جاده خیس یعنی چی؟ ببینید من وارد این قسمت شدم که 3D road رو برای شما توضیح بدم. این در واقع اون جاده‌ای بوده که حالا با
موانعی که به صورت در واقع سینوسی تعریف شده. ببینید اینجا 85 صدم گرفته شده. البته من جاده خیس رو زدم اشتباه بود. چرا؟ چون شما وقتی بخواید جاده خیس رو بزنید باید بیاید اینجا تغییر بدید. حالا متاسفانه داره ران میگیره. من یه بار وسط برنامه رو قطع کنم. برای اینکه وقتی دیدید داره اینجوری کد داره ران میشه میخواستید قطعش کنید، کنترل سی رو همزمان رو کیبورد بگیرید قطع میشه. ببینید الان من یه وردی که بگم من هدفم چیه، میخوام اینو ران بگیرم، میخوام جاده خیس رو ران بگیرم. این کد چون بیسش روی جاده خشک نوشته شده، اگه شما به تغییر بدی کاری نداره. شما میاد اینجا یه یعنی 85 صدومه، شما میتونید نیم، برای اینکه نیم بکنید میارید اینجا به این صورت نیمش میکنید، قفلش میکنید. حالا میاد ران ناو رو میزنید. ران ناو رو که بزنید اون فایل سیمولینک که شما آپدیت میشه. وقتی آپدیت شد دوباره میرید سر وقت کنترل، یعنی کد مطلبتون. ببینید این الان وقتی که آپدیت بشه مطلب شما به صورت الان ببینید داره ران میگیره. حالا ما کاری با این رانش نداریم چون هدف ما اینجاست، این کد رو باید ران بگیریم. خب فعلا الان مجبوریم که وایسی مثلا این کد ران بشه که حالا 45 درصد شفته. خب الان که به طور کامل ران شد من میام میزنم جاده خیس رو انتخاب میکنم. حالا مثلا میام حالت کنترل یک پارچه رو هم انتخاب کنم. حالا با میسن که این ران کلن انجام بشه. نمی خود زمان میبره. پس حواستون باشه اگه بخواید جاده خیس رو مدل کنید باید برید توی کارسین دقیقا اون چیزی که من به شما گفتم، قفل رو باز کنین و اینجا تغییر بدین. برای این جاده خیسه. اگه جاده رو بخواد خشک کنید باید دقیقا بیاید اینجا به این صورت 800 در واقع 8500 بکنید و دوباره رانتون رو بگیرید. خب حالا وایسین تا این ران انجام بشه، ریزالت ها نشون داده بشه. حالا اینجا ران گرفته بشه ما از وقت استفاده کنیم. مراحل طراحی کنترلر فازی کامل توضیح داده شده و به شما تو جلسات گذشته گفتم اگه بخواید پایه‌ای کنترلر فازی رو یاد بگیرید توضیحات من شاید توضیحات کاملی نباشه و به شما مرجع مناسبی معرفی شد. اما اون چیزی که من میخوام تو این جلسه الان به شما بگم یه سری توصیفات کلیه، توصیفات کلی و در این حال مهندسی که شما یه توضیحاتی که از بلوک دیاگرام می‌بینید الان هم کنترلر بیاد بهش اضافه بشه و این حلقه کنترلی تکمیل بشه. حالا چیه داستان؟ داستان اینه شما وقتی بخواید یک کنترلر فازی طراحی بکنی نیاز به یک سری در واقع تجهیزات داریم، مثلا تابع عضویت یا ممبرشیپ فانکشن بهش میگن.
قوانین کنترلی، ورودی و خروجی هایی که به کنترلر فازی وارد میشه و خدمت شما عرض کنم که همینا، یعنی همینا کافیه. تواب عضویت یا ممبرشیپ فانکشن در اصل این هستش که ما، این خیلی مهمه، ما یک بار میایم سیستممون رو به صورت حلقه باز، یعنی منظور از حلقه باز یعنی چی؟ یعنی که خود مدلی که داخل کارسیم تعریف شده و فرض بر این کردیم که مدل در واقع استیبلی هست، یعنی پایدار، بر اون اساس میایم مدلمون رو کنترل، در واقع خروجی ازش میگیریم. حالا خروجی چجوری میگیریم؟ من الان در واقع میخوام اینو بگم، من میام، حالا اینو بذارید من یه خورده کوچیکترش بکنم، خب کوچیکتر نمیشه. من میام مشخص میکنم که چه ورودی هایی رو میخوام به کنترلر فازی بدم و چه خروجی هایی میخوام از کنترلر فازی بگیرم. خب الان ما تو اینجا میگیم ورودی کنترلر فازی فشار و زاویه است. فشار اعمال شده در ترمزگیری چرخهای جلو، زاویه چرخش فرمانپذیری چرخهای عقب. خروجی کنترلر فازی چی؟ خطای نرخ تغییرات چرخش یا ریت. من باید یک بار بیام فشار اعمال شده در ترمزگیری، زاویه چرخش، خطای نرخ تغییرات چرخش یا ریت تو حالت حلقه باز یه بار کارسیم رو ران بگیرم. بعد که ران گرفتم بیام ماکسیموم مینیموماشو در بیارم، یعنی بگم فشار اعمال شده من ماکسیمومش چقدر، مینیمومش چقدر، زاویه چرخش هم همینطور، خطای یاریتش هم همینطور. بعد که مشخص کردم حالا میام براش توابع عضویت می‌نویسم، یعنی تقسیم بر 3 می‌کنم، 3 تا تابع مثلثی می‌نویسم. برای خروجی هم همینطور. الان اینجا اگه توجه بفرمایید، الان توی اینجا دقیقاً اون ماکسیموم مینیمومه مشخصه. و توابع عضویت هم بر همین اساسی که من داخل ممبرشیپ فانکشن رو تعریف می‌کنم، توابع عضویت هم تعریف می‌شه. حالا اگه بخوام توابع عضویت رو مثلا به صورت تابع شرطی اور بنویسم، اون یه داستان دیگه است. اینا بستگی داره که شما چقدر از مدل سیستم شناخت داشته باشید. شناخت خیلی مهمه. اساساً کنترل فازی معروف به کنترلر مدل بیسه، یعنی شما باید مدل رو خوب بشناسید، خوب تجزیه تحلیل کرده باشی، ورودی خروجی سیستم رو بشناسی، بر اون اساس بیای ورودی و خروجی های کنترلر رو معرفی کنی و بگی حالا توابع عضویتش این است. من وارد دیتیلش نمیشم، چون وارد دیتیلش بخوام بشم اینجا بحثی به نام اندوغور هست یا نات هست یا چیزایی از این قبیل که اینا رو فعلا واردش نمیشیم. و حالا چیزی که سطح کنترلی اینجا دیده میشه اینه که خروجی ما ارور هست، ورودی ما در واقع نسبت تغییرات ورودی و خروجی رو اینجا به ما نشون داده در سطح کنترلی و گفته که نسبت تغییرات ورودی کنترلر به خروجی سیستم، خروجی کنترلر اینجوریه، ورودی کنترلر به خروجی کنترلر به صورت سطح کنترلی به صورت تعریف شد. حالا اینجا تعریفات دیگرش انجام شد. حالا اون چیزی که خیلی مهمه و ما باید دقت کنیم، من یک بار برای شما مدل رو رام بگیرم، یه مدل رو مثلا حالا
در واقع مدل ما این مدله. و یه بار من اینو رام بگیرم، البته من سرعتش اینجا تغییر داد. من میخواستم یه چیزی رو به شما بگم و اون این بود که حالا بذارید یه چیزی که خیلی در واقع جدیدتر، یه مدلی که اصلا رفتی هم نداره، میخوام ران بگیریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. اصلا رفتی به چیز هم نداره. یه بار مدل رو در واقع بیان این، چون سرعتش خیلی پایینه من نمیخوام حالا دستکاری بکنم. کدوم رو نشون بدیم که خب چون نمیخوام مدل رو دستکاری کنم اینا رو، هدف من این بود. حالا من یک بار به صورت بیارم اینجا، خب این سرعتش باید 120 باشه. یه بار مدل ریاضی رو حل کنه. خب حالا فکر کنم، چون وقتی شما یکی از ایرادهایی که در واقع میشه گفت نرم افزار کارسیم که رد شدهش وجود داره همین هست، شما وقتی که پاک میکنی تو کامپیوتر دوباره نصب میکنی، این تنظیماتی که انجام شده دیگه رو کد نیست، رو اون SS فانکشنه نیست و شما مجبور هستی که، حالا من فرض بفرمایید، حالا من رو سرعتش فعلا چیز ندارم، در واقع هدف اون اینه، توجه بفرمایید. حالا فرض بفرمایید حالا این مدل ماست، داریم بررسی می‌کنیم. صحبت اینه، این مدل به اصطلاح وقتی که کنترلری روش سوار نیست، یه مدل اوپن لوپه، یعنی حلقه باز و داره حرکت می‌کنه. اون ورودی خروجی های سیستم رو که ما اینجا تعریف کردیم که قراره به عنوان ورودی خروجی های کنترلر در نظر بگیریم، خدمت شما عرض کنم، این فشار و زاویه یاری تو تغییرات در واقع ارور یاری، اینا چیزایی که ما از کارسیم میگیریم، یعنی یه بار در حلقه باز میگیریم ازش، بر اون اساس میان ممبرشیپ فانکشن ها رو تعریف میکنیم. ممبرشیپ فانکشن ها رو من اومدم توی اینجا تعریف کردم، این ممبرشیپ فانکشن ورودی من هست، اینم ممبرشیپ فانکشن خروجی من هست و من بر این اساس اومدم اینجا قوانین کنترلی رو براش نوشتم که هر کدوم اینها شاید ساعت‌ها باید در موردش صحبت بشه. به خاطر همین صحبت کردن من باعث میشه که شما از اصل مطلب دور بشید، برابری نیاز نیست. چیزی که اینجا نوشته شده این که یه بار ما حالت آن کنترل رو، یعنی سیمولیک رو در حالت آن کنترل رام بگیریم و یک بار دیگه، در واقع منظور این هستش، این مدل سیمولیک هست که من اگه بازش بکنم درست، این مدل سیمولیک هست که ما یه بار اینو در حالته دوباره میایم، مدلی که تعریف میکنیم و دارم میگم، مدلی که درست شده
یه بار میام در حالت بدون کنترلر، یه بار میام با کنترلر، چیزی که حالا تو کد نویسی مشخص کردیم. یعنی این بخش بخش آن کنترل هست و این بخش کنترل. من کد نویسیشو خیلی مجزا و مشخص نوشتم و کاملا یه وجه تسمیه ایم بین هر بخش و اون اسمی که توی ابتدای اون بخش نوشته شده گذاشتم، که نیازی به توضیح نباشه. یعنی شما اگه مثلا بخواید دیتیل فازی رو هم یاد بگیرید، با خوندن کتابای فازی و بیاید اینجا کاملا متوجه میشید. خب این مثلا اینجا مثلا ممبرشیپ فانکشن هست. حالا مثلا میخواید در مورد این چیزی یاد بگیرید، میتونید بیاد به این صورت هلپش رو بزنید و حالا جزئیاتش هم مطالعه کنید به همین راحتی که اینجا اصلا چجوری نوشته میشه، این فرایند چجوری نوشته میشه. و شما اصلا هر فانکشنی رو داخل کد نویسی نیاز داشتید که یاد بگیرید یا میخواستید اطلاعات داشته باشید، کافیه روش در واقع هایلایتش کنی و کلیک راست کنی و حالا اوپن آن رو بزنی، هلپ آن رو بزنی. هلپ آن رو که بزنی میاره براتون توضیح میده. حالا میخواید بزرگتر ببینید دیگه، اون دیگه سلیقه است. حالا میتونید کامل باز بکنید و ببینید. این یه مسئله. مسئله بعدی، خب اینجا در واقع این کد سیمولین که ما یه بار در حالت آن کنترل، یه بار در حالت کنترل ران میشه، اینا در واقع یه سری ضرایبی هست نوشته شده که ما یه بار ورودی کنترلر رو صفر در نظر بگیریم، یه بار هم ورودی کنترلر رو یک بگیریم، که منظور از ورودی منظور گینه. این گین هاست که اگر ما وارد اینجا بشیم، کنترلر ما این هستش در واقع، اینجا هست، این کنترلر ماست، یعنی فازی ما اینجاست. ولی اینجا در واقع این کا اوپن و کا کلوز اینا که تعریف شده به اون رفت داره، یعنی باعث میشه که ما اینجا بتونیم به راحتی با فراخواندن مثلا کا کلوز یا کا اوپن اینجا بتونیم به راحتی باز کنیم. اینا که دیگه نموداراش بود، البته نموداراش رو در داخل یه فایل جدا نشون دادم، ولی فقط کافیه شما این فایل رو ران بگیرید و نمودارهای مربوطش رو هم ببینید. اینا دیگه بقیه‌اش رانگیری. در آخر هم حالا ما اومدیم، اگه بخوایم میتونیم در واقع پلاتور ببینیم. حالا یه چیزی که من فعلا اینا رو اگه بخواید ببینید، یه ذره کافیه بکشید به سمت راست، چون اینا رو ما بزرگ چیه در واقع پلات گرفتیم. دلیلش اینه که وقتی من اینجوری بیام بالات کپی بزنم و توی ورد بخوام سیوش بکنم، با رزولوشن بالاتری سیو میشه. به خاطر همین مجبورم که داخل مت در واقع کد مطلب براش بیام معرفی کنم و بگم که خب یک لحظه من ببینید دیگه دلیلی که من به صورت بزرگ نوشتم خاطر اینه. شما وقتی اینو می‌بینید دیگه وضوحش خیلی بالاست، و وقتی شما بخواید گزارشتون رو پرینت بگیرید دیگه تمام این حتی لفت و رایت اینا دیگه کاملا دیده میشه. به خاطر این هست. خب اینجا به خاطر این بود، پس اینو می‌بندیم. خدمت شما عرض کنم اینم صرف کنترل بود، اینم یارایی کش بود. آن چیزی که الان باید نشون بدیم اینجا این در واقع اینجا ورودی خروجی های کنترلر تعریف شده، اون ماکسیموم مینیموم ها داده شده اینجا همینطور. و آها، این قوانین کنترلی بر اساس تئوری ممدانی رفته جلو، چیزی بود که نیازه که ما ببینیم. و اینجا دیگه این به صورت خیلی گرافیکی هست، شما میتونید چینج رول و اد رول و اینا رو بزنید، تغییر بدید، تغییر دخل تصرف هایی که میشه توش داشت. و اینا هم که ممبرشیپ فانکشن ها بودن،
و در مورد شکل ها من یه توضیح در مورد اون قسمت چیزی یادم رفت، اینم به شما بدم دیگه چیزی برای گفتن نمیمونه، دیگه همه رو از ابتدا انتها گفت. من اتفاقا داخل توضیحاتی که دادم خیلی شسته رفته و کاملا مشخص گفتم که هر کسی حتی اگه یک بار هم کار سیم کار نکرده باشه با خوندن این بتونه دستش بیاد که اصلا کار سیم داره چه کاری انجام میده. و این فعلا در حال ران گرفتن، اگه بخواه ران گرفتنش رو ببینید این بیزی. خب حالا این تا ران بگیره من میخوام در مورد اون حالا میتونستم حتی اینجا هم توضیح بدم واسه شما. الان ببینید این مدل جاده خشک خدمت شما عرض کنم، جاده خشک بدون در واقع یاره ایتش هست. حالا چیزی که شما باید از این درک کنید این هستش که رفرنس اون مدل جاده است، رفرنس اون مدل جاده است. یعنی چی؟ یعنی جاده که حالا شما به صورت خطچین میبینی، خطچین مشکی رنگ، قرار بودی که خود رو روی اون مسیر حرکت بکنی. حالت آن کنترل حالتی هستش که کنترلری وجود نداره، یعنی اصلا فازی در کار نیست و فرض کردیم که همجوری خود رو داره به صورت کاملا بدون کنترل شده حرکت میکنه. اینا فرض هست که شما توجه بفرمایید می‌بینید که مثلا کنترلر در حالت بدون کنترل خودرو اینجا یه بالا پایین داشته ولی دیگه اصلا حرکتی دیگه نداشته. حالا ما میام کنترلر رو تعریف می‌کنیم به خاطر اینکه دیگه ببینید الان مثلا توی اینجا تو این مثلا بین بس تقریبا بازی 9 تا 10 ثانیه خودرو تو مسیر رفرنس خودش خیلی بالا پایین داشته ولی این در حالت بدون کنترلر اصلا متوقف شده و هیچ حرکتی نداشته. بنابراین ما لازم داریم که بیان کنترلر تعریف کنیم. چرا؟ چون میخوایم ردیابی اتفاق بیفته، یعنی بگیم که این خودروی ما که الان در حالت قرمز رنگ با کنترلر هست باید اون مسیر حرکت بکنه. حالا روی اون مسیر حرکت کردن خیلی دیگه رویاییه میدی، پس سعی کنیم که نزدیک اون مسیر حرکت کنه یا خودشو تو اون مسیر نگه داره. حالا اگر چترینگی داشت، اگه مثلا افتخیز داشت ابی نداره، اگه مثلا نوسان داشت حداقل نزدیک اونجا باشه، نه اینکه دیگه حالت این حالت صفر باشه. الان اینجا نوسان داشته یه خورده بالاتر بوده ولی بالاخره نوسانه رو داشته و بنابراین اصلا کنترلر اومده همین این شکل دیگه گویای همه مطالبه. اصلا کنترلر میاد که این مسئله رو حل بکنه. یعنی اگر رفرنس ما، البته این یاریته، این حالا جاده مسیر، مسیر جاده رو فهمیده میشه گفت، ولی یاریته، یاریت گفتیم مثلا بین 8 تا 10 ثانیه باید این حالت دو شاخگی اتفاق بیفته ولی در حالت آبی رنگ که اصلا کنترلی وجود نداره، اصلا بدون هیچ تغییری در حالت صفر باقی میمونه. پس ما میام کنترلر رو تعریف میکنیم که خودروی ما اون مسیر رفرنس یاریت، اون مرجع یاریت رو در واقع طی بکنه. اگه طی نکنیم که خب اصلا لزومی نداره ما کنترلر تعریف کنیم، اصلا کنترلر تعریف میکنیم که این اتفاق بیفته. بنابراین این خیلی مهمه و اصلا ما دنبال همین هستیم. حالا شما تمام این توضیحاتی که من خدمت شما گفتم، شما میتونی اینو روی بقیه مدل ها هم، بقیه حالت ها بررسی بکنید و اصلا ببینید که چه اتفاقی میفته. اینم در واقع تلاش کنترلی هستش که ما اینجا نوشتیم، گفتیم تلاش این تحلیل، تلاش کنترلی این تحلیل از جنس زاویه چرخش تایرهای عقب خودرو در حین حرکت مسیر.
حالا یه بحثی هست، من اینو به شما بگم و در واقع ختم این جلسه رو اعلام کنم. ما یه حالت در واقع بذارید اینجا بنویسم برای شما. ما سه تا مدل اومدیم بررسی کردیم. من خیلی ساده به شما بگم، در واقع دو تا مدل کلی، مدل جاده خشک، مدل جاده خیس که گفتیم به ضریب استکاکا وسیله. مدل جاده خشک اگه ما اینو به صورت بولدش کنیم و حالا مدل جاده خشک اومدیم تحت سه حالت مختلف بررسی کردیم: کنترل بر اساس ترمز گیری، کنترل بر اساس فرمان پذیری، کنترل بر اساس ترمزگیری و فرمان پذیری برای مدل جاده خیس هم همین داستان رفتیم. به خاطر همین 6 تا مدل شده. حالا من این چیزی توضیح بدم برای شما. اگه مدل جاده خشک رو بگم، دیگه جاده خیس فرقش با جاده خشک تو ضریب استکاکی هست. توضیحاتش شبیه و همه یکسان هست. حالا چیه داستان؟ داستان اینه. شما وقتی میگی کنترل بر اساس ترمزگیری، یعنی فقط پا رو پدال ترمز تأثیر داره. بار بعدی میگی که من ترمز برام مهم نیست، میخوام قرگیلک خود رو طوری بچرخونم که بتونه فرمان پذیر باشه و بتونم طوری بچرخونم که اون یا مثلا تایرها رو طوری چرخش بدم که بتونم زاویه گشتاوری یا اون چرخش خود رو تو حالت استابیلیتی و پایداری باقی بمونه. حالت ترمزگیری و فرمان پذیری این که آقا جون همزمان هم من ترمز میگیرم هم دارم چرخ ها رو میچرخونم، یعنی اون قرگیلک توی خود رو میچرخونم که به تبع چرخ های جلو حرکت بکنم. در حالت فرمان پذیری چرخ های جلو تغییر زاویه میدن، در حالت ترمزگیری ترمز ما گذاشتیم روی چرخ های عقب. در حالت یک پارچه اینجوریه که چرخ های جلو زاویهشون تغییر میکنه، به چرخهای عقب ترمز وارد میکنه. به خاطر همینه که شما الان اگر دقت بفرمایید میبینید برای حالت در واقع فرمان پذیری خودرو چرخش تایرهای، حالا من ببخشید اشتباه به شما گفتم، چرخش تایرهای عقب ترمز رو گذاشیم تایرهای جلو، من اینو اشتباه به شما گفتم، درستش همین، چرخش تایرهای عقب ترمز رو تایرهای جلو. الان شما اگه بیاید در حالت ترمزگیری ببینید، ورودی که به خود رو وارد شده اینها بوده، در واقع به چرخهای جلو بوده ترمز وارد شده، درست شد؟ این ویل پرشر یعنی فشاری بوده که تو مسیر سیستمی که برای ترمزگیری وجود داره بر اساس مگاپاسکال میشه. در حالت یک پارچه که توجه به فرمایی ما، بذارید من اینو یه خورده میبینید، من نوشتم front در واقع brake wheel pressure، اینجا نوشتم direct steer rear wheel. در واقع چیه؟ در واقع فشار ترمز رو چرخهای جلو اینجا اومدیم وارد کردیم که قرمزا رایتن، آبیا لفتن. در حالت فرمانپذیری که همزمان با ترمزگیری بوده، رر یعنی عقب، به چرخهای عقب ما اومدیم چرخش زاویه دادیم، یعنی رایت و لفت، به همین راحتی. و الان چیزی که ما اینجا میبینیم 4 تا
ورودی به خودرو وارد شده، در صورتی که تو مدل های قبلی مثل این یک در واقع دو تا ورودی به خودرو وارد شده بود، یا ترمز یا چرخش زاویه، ولی در حالت یک پارچه هم چرخش زاویه ها هم ترمز اعمال شده. ببینیم که آیا اونا به صورت مجزا وارد بشن کنترل سیستم به راحتی انجام میشه یا نه اگه همزمان وارد بشن. حالا شما میتونید به جای ورودی های مثلا چیزایی که ما در نظر گرفتیم، شما میتونید چیز دیگه ای در نظر بگیرید، پارامترهای دیگه ای رو در نظر بگیرید، یا اصلا این پارامترها رو اضافه تر بکنید و مدل های دیگه ای رو بررسی کنید که این دیگه به راحتی میشه تغییر. و دیگه برای جاده خیس هم همین هست دیگه، چیز راحتیه، شما میتونید به راحتی انجام. خب این صحبت ها فعلا تا اینجا کافیه و بقیه این صحبت رو انشاءالله در جلسه آینده رسمون از شما میرسونیم. انشاءالله شاد و سربلند باشید.